بینندگان عزیز، سلام بر شما. موقعیت انفجاری جامعه هر روز عمق بیشتری پیدا میکنه. حسب کاندیداها، خشم مردم رو نسبت به نمایشی بودن انتخابات افزایش داده و اعتراضات اقشار مختلف جامعه هر روز شدت بیشتری میگیره. گسترش اعتراضات در آستانه انتخابات، پیش درآمد قیامی بزرگ به ویژه پس از قیام‌های آبان و دی 98. برای بررسی این موضوع و پاسخ به این سوال پایه‌ای که آیا خامنه‌ای قادر به مهار اعتراضات و این جامعه انفجاری با یک پایه کردن نظامش خواهد بود یا خیر، همراه میشیم با آقای صلاح عبدالله نژاد که مهمان گفتگوی امروز ما در استودیو هستند. سلام، خیلی خوش اومدی. خوشحالم که امروز مهمون گفتگومون هستی. خواستم اگه ممکنه برامون از اعتراضات اقشار مختلفی بگی که همین امروز مشخصا شاهد اونها بودیم، خواسته هاشون چی بود، واکنش ها چی بود و تو این رابطه بیشتر بشنویم. با تشکر از شما یاسر و با سلام به بینندگان عزیز ایران آزادی، امروز جلوی مجلس رژیم معلمان انتفاعی دست به تجمع اعتراضی زده بودند، همچنین کارکنان غیر انتفاعی هم همینطور شرکت کردند. بعد اینا خواستار حقوق حقی خودشون بودن. شماری از استادان دانشگاه شیراز هم دست به تجمع اعتراضی زده بودن. بعد اینا اجازه کار متفرقه را در خارج از ساعات اداری ندارن و این در حالیه که حقوقشون بسیار پایینه و کفاف زندگیشون نمیده. توی اهواز هم تعدادی از استادان دانشگاه مال دانشگاه آزاد خوزستان، اونا هم دست به تجمع اعتراضی زده بودن. معلمین کارنامه سبز هم برای دومین بار امروز دوباره دست به تجمع اعتراضی زدن در مقابل وزارت آموزش پرورش. توی اصفهان هم امروز معلمان غیر انتفاعی در واقع در مقابل وزارت آموزش پرورش، اداره آموزش پرورش، دست به تجمع اعتراضی زدن. بعد صبح امروز باز بازنشستگان فولاد هم تو تهران، تو اصفهان، تو اهواز، توی البرز غربی اینا دست به تجمع اعتراضی زده بودن. توی اصفهان بازنشسته‌ها در مقابل ماموران که می‌خواستن اینا رو متفرق بکنن در واقع با اونا درگیر شده بودن. اعتراض کشاورزان اهواز هم بود که برای دومین بار بود باز اونا دست به تجمع اعتراضی زدن در مقابل استانداری. و در مجموع اعتراضات توی روزهای گذشته همینطوری داره گسترش پیدا میکنه. بله، اگه موافق باشی سلاد، تصاویری کوتاه رو، البته شما اعتراضات بسیاری رو از امروز که امروز شاهدش بودیم بیان کردی برامون، ولی خیلی کوتاه تصاویری رو تو همین رابطه ببینیم و ادامه بدیم. بله. بله، تصاویری کوتاه بود از حرکت معلمین که شما به اونها اشاره کردیم و مال سایر اقشار رو هم در خلال برنامه خواهیم دید. امسال هم که خودت اشاره کردی، امروز معلمین هم تو تهران و اصفهان گفتی بودن و همینطور کارنامه سبسا کردن، تصاویر اونها رو هم دیدیم. من خواستم این سوال بپرسم که خب شاهد اعتراضات اقشار مختلف همچنین معلمین بودیم که اینا اگه اشتباه نکنم تو اردیبهشت ماه هم چندین تجمع و حرکت‌های اعتراضی داشتن. برامون می‌خواستم بگی که این معلمین کارنامه سبز، منظور از اینها به کدوم طیف از معلمین گفته میشه، خواسته هاشون چیه و تو این رابطه برامون بیشتر بگو. تو رابطه با معلمین کارنامه سبز، در واقع معلمینی هستن که اینا یه آزمون از اینا گرفته شده، آزمون استخدامی، و این قبول شدن و قرار بوده که طبق قانون در واقع ماده 28 شناخته میشه، طبق اینا استخدام بشن، ولی رژیم این کارو نکرده. یعنی اینا الان بیکار موندن. خواسته اصلی اینا اینه که استخدام بشن و از اون طرف به همین دلیل جلوی
بسیار تجمع مجلس یا جای دیگه دست به تجمع اعتراضی میزنن. تعدادی از اینا در واقع دیروز و دیروز هم دست به تجمع زده بودن، امروز در واقع برای دومین بار بود به صورت مستمر بله. اعتراض میکردن که خدمتکاران، خدمتگزاران، سرایداران آموزش پرورش، سایر اقشار هم دست به تجمع زده بودن. تو همین مثلا توی 5 ماه گذشته غیر از بازنشسته که حدود 14 الا 15 دور دست به تجمع زده بودن، معلمین هم همونطور که گفتید هم تو اردیبهشت ماه هم مستمر هر 2 هفته یه بار می اومدن و دست به تجمع اعتراضی می‌زدن. تو شهرهای مختلف، توی 10 شهر مختلف دست به تجمع زدن، کما اینکه هنوز این تجمعات و اعتراضاتشون ادامه داره. شعاراشون هم بیشتر از خواستگاه صنفی در واقع تبدیل به یک خواسته سیاسی شده. خیلی از اقشار که دست به تجمع اعتراضی می‌زنن، چیه که مثلا سیاسی شده؟ یعنی منظور اینه که مثلا فرض کن شعار میدن ما دیگه رأی نمیدیم از بس که دروغ شنیدیم، یا نمیدونم دشمن ما همینجاست از بس دروغ میگن آمریکاست. یا همچون شعارهایی که نشون میده که دشمن اصلی رژیم ضد بشری آخوندیه و نه چیز دیگه. که تو همین رابطه کارگرا، معلمین، غارت شده های بورس، دانش آموزان، کارمندان هواپیمایی، کارمندان شرکت نفت، خب شاهد بودیم تو همین هفته گذشته شرکت نفت در چندین شهر اهواز و شهرهای دیگه همزمان دست به تجمعات اعتراضی گسترده زده بودن، شعار میدادن زنگنه زنگنه حیا کن مال وزارت نفت، وزارت را رها کن، یا شعار میدادن ننگ ما ننگ ما وزیر الدنگ ما، از این شعارها میدادن. توی تجمع عسلویه بود که روز 5 خرداد برگزار شده بود دیگه، معترضین دست به شعار تهاجمی هم میدادن. اگه توی قیامای قبلی مثلا میگفتن نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، توی اینجا شعار میدادن بترسید بترسید، یعنی خطاب به دشمن، حالت تهاجمی به خودشون گرفته بودن، بترسید بترسید ما همه با هم هستیم. بله، نیروهای سرکوب که همیشه در همه بله، هستن. دقیقاً، یعنی همچون وضعیت. در تو همین تظاهرات، یعنی منظورم اعتراضاتی که امروز بوده، تصاویر دیگه ای رو هم اگه اتاق فرمان برامون آماده داره کوتاه ببینیم و همین بحث رو ادامه بدیم. شخصیتمون دیروزوار رفت به خاطر توانی هایی که در تهران می شود. درمان ما بشه دینه ملت، دینه زلت، دینه ملت نیست. تلک زدن با دروغ و دهنگ انجام دادن. گروه های معلنی ما با کمپین و گروه های پایین بود، مخصوصا کارهای 60-70 با سفر 60-70-80 دارن با زلت می کنن. اعتصاب کردن، همه عنوان اعتراض، ماشینا رو پارک کردن، هیچکی هم دادشا نمیرسه. بله، تصاویری کوتاه بود از اعتراضات همین امروز که به واقع از اقشار مختلفی رو هم داشتیم از ابتداش تا انتها. من خواستم بپرسم که مجموعه گسترش اعتراضاتی که خودت هم به خوبی گفتی که ما در پیش روی خودمون داریم میبینیم، حداقل این برش 6 ماه رو اگه نگاه بکنیم، این به چه معناست، چه پیامی داره، چه مفهومی داره؟ سلام. ببینید، از روی شعارهایی که خود معترضین میدن به اندازه کافی به نظرم گویا این مثلا بازنشسته ها که میگن به پاخیز علیه ظلم و تبعیض، یا شعار میده ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم و اینا، در واقع مثلا همین روزنامه حکومتی مستقل در مورد تظاهرات دانش آموزان مثلا نوشته بود که در اعتراضات اجتماعی اون چیزی که اهمیت داره خارج شدن مسئله از حالت یک مطالبه ساده از فرم بدنی به شکل امنیتی و پلیسی. یا شکوری راد که از مهره های موسوم به باند اصلاح طلبه در روزنامه شرق مطلبی نوشته بود، اعتراف کرده بود که بعد از قیام دی 96 عملا جامعه به 3 بخش تقسیم شده بود، به اسم موقع اصلاح طلب و اصولگرا و یک بخشی هم اونایی که در واقع خواهان
سرنگونی این رژیم و پایان دادن به این رژیم هستن شده بود. یا داستان رژیم توی اصفهان همین اخیراً گفته بود که این معترضین کشاورزان که اعتراض میکنن در واقع مجاهدین در بین اینا نفوذ کردن، یعنی در واقع تأثیرات مقاومت را روی اقشار مردم از جهت کشاورزا میگفت که چطوری اینا باعث میشه که بیان و دست به اعتراض بزنن. در واقع اعتراضات اجتماعی بخصوص وقتی که ابعاد سراسری پیدا میکنه، چون دیگه توی تهران و شیراز و اهواز و همینطور شهرهای بزرگ گسترش پیدا میکنه، در واقع پیشتر آمده قیام گسترده مردمی و قیام بزرگ مثل قیام 88، مثل قیام 96، 97، تابستون 97 و همچنین قیام‌های آبان و دی 98. همین هم باعث وحشت خامنه‌ای و دستگاه‌های سرکوبگر اطلاعاتی و اینای مال رژیم شده. حالا سلام، این گسترش قیام‌ها که الان خودت برامون توضیح میدی، آیا چون یک سری اقدامات سرکوبگرانه و یه تهدیداتی هم از سمت رژیم میبینیم، البته کم نیست و بسیاره، سوال اینه که به نظرت آیا با این کارا رژیم میتونه خلاصه مهار کنه این اعتراضات رو یا به نوعی خاموش بکنه اینها رو؟ ببینید ایام انتخابات زیاد از این موارد فاکتور وجود داره. یاسر، خب اگر میتونست خب میکرد دیگه، اگر میتونست تا الان میکرد. خب برای چی الان همینطوری داره توی شهرهای مختلف، تو جاهای مختلف همینطور داره گسترش پیدا میکنه، علی رغم اینکه تهدید میکنه، بازداشت میکنه، نمیدونم چیزهای مختلف. خب داشتیم قبلا، مثلا تو فروردین ها به تجمعات مختلف حمله کرد، تو اردیبهشت ماه همینطور، ولی بازم همه امروز شاهد ده ها اعتراض بودیم، دیروز دوباره بودیم، پریروز بودیم، روزهای قبل بودیم که نمونه هاشو خب نشون دادید و الان فیلم هاشو دیدیم، تو فضای مجازی هم خب به صورت گسترده داره پخش میشه. مثلا پلاکارداشون رو جمع میکنن، نفراتشون رو دستگیر میکنن، موبایلاشون رو میگیرن، ولی خیلی زود مجبور میشن حتی نفراتی که دستگیر کردن رو دوباره آزاد بکنن. الان در واقع اینکه چرا الان این نیروی سرکوبگر رو مثلا نمیاره که اینا رو بازداشت کنه، اینجوری نیست که در این حد نداشته باشه که نیاره، بلکه الان در واقع فضای انفجاری جامعه اجازه یه همچون اقداماتی رو به نیروهای سرکوبگر رژیم و به رأس رژیم نمیده که بخواد بیان یه همچون کاری بکنه، چون سرعت رادیکالیزه شدن در واقع اعتراضات رو بیشتر میکنه، یعنی بیشتر به ذریع رژیم تمام میشه. معنی در واقع تحمل این اعتراضات هم خب رژیم میفهمه که یعنی چی و چاره ای تو این رابطه نداره. به چشمم داره میبینه که هر روز گسترش پیدا میکنه. یک صفی از غارت شده ها ما میبینیم از اعتراضاتشون، الان در واقع بازنشسته ها، معلم ها، کارگر ها، هر روز اقشار مختلف رو میبینیم. شعاراشون هم دیگه همونطور که گفتم از صنفی به طور واقعی به سیاسی تغییر کرده. مضمون اصلیش هم شعاراش در واقع سرنگونی رژیمه. مثلا خامنه ای میدونه که اگه بخواد در واقع با سرکوب بخواد جمع بکنه، شاید بتونه برای مدتی مهار بکنه، ولی در واقع این مثل بنزین ریختن روی بشکه باروت و جرقه زدن به بشکه باروتیه که منفجر میشه و دیگه مهارش از دست میده. خود احمدی نژاد همین دیروز پیروز یه جمله گفته بود، گفته بود جامعه در حد انفجاره و خطر خیزش گرسنگان هر روز بیش از دیروز حس میشه. حالا با همین یه سری نکات خودت گفتی که مواردی هستش که به هر حال مثل سابق اونطور دستگیری فعالان و اینا رو حالا به خاطر شاید مرحله انتخابات باشه که رژیم علنا اینطور نمی‌کنه و یا ترس و نگرانی داره، اما اگه سوال اینه که اگه فرض کن قادر نباشه این اعتراضات رو مهار کنه و خلاص سرکوبشون بکنه اونطوری که سابق می‌کرد، آیا ممکن نیست که خلاصه یک قیام دیگه مثل همون قیام آبان و اینا که خودت میگفتی یا توی روزنامه هاشون هر روز هشدار میدن، خلاصه چنین پیشگیری رو چجوری میخواد انجام بده؟ خب همین، این در واقع نشوندنده بنبست رژیمه. از یک طرف اگر سرکوب بکنه، خب جرقش منجر به در واقع این انفجار بشکه بارود میشه. اگه سرکوب نکنه باز دوباره اعتراضات گسترش پیدا می‌کنه. یعنی از یک خامنه ای در واقع این وسط گیر کرده. این در واقع بنبست دیکتاتوراست در دوران پایانی حکومتشون که موندن که چیکار بکنن. در واقع الان رژیم هم بخصوص با توجه به اینکه یک تبدیل به یک نظام فرتوت و شقه هم شده، بخصوص با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هم هست، الان شورای نگهبان کلی از کاندیداهای حتی همین باند خود خامنه ای را با درصدی از زاویه که داشته باشن
قلقم کرده همه را از لاریجانی و جهانگیری و نمیدونم همه اینا را هم حذف کرده. در نتیجه یک جراحی بزرگ یا یک خونریزی با خونریزی بسیار بزرگی در واقع صورت گرفته که اون چیزی که از توش در میاد بسیار بسیار ضعیفتر از قبل از جراحیه که الان صورت گرفته بود. یعنی یه همچون وضعیتی الان رژیم پیدا کرده. مثلا میرزایی که عضو پیشین مجلس رژیمه دقیقاً این جمله رو گفته بود. گفته بود یک جراحی بزرگ با خونریزی بسیار، آن هم در شرایطی که نظام در حال تجربه کردن یک از هم گسیختگیه. یعنی الان وضعیت یا روحانی خودش هشدار داده بود. همین تو جلسه 5 خرداد جلسه هیئت دولت میدونید که گفته بود که این قلقمی که تو شورای نگهبان شد کاندیدا را حذف کردن در واقع هم حیثیت ما را زیر سوال برده، هم امنیت ما را زیر سوال برده. خب امنیت رژیم کی زیر سوال میبره؟ یک طرف قضیه رژیمه، یک طرف قضیه مردم و مقاومت و اعتراضات مردمیه که باعث میشه که امنیت رژیم و خامنه‌ای و روحانی زیر علامت سوال بره. در واقع وضعیت موجود رژیم نمودی از بنبست و تناقض خود دیکتاتور است که در مرحله پایینی باش مواجه میشن و یه همچون وضعیتی الان برای همین رژیم، برای تمامی جنابندی های رژیم و به طور خاص برای خود خامنه ای پیش اومده. بله، اگه موافق باشی گزارشی کوتاه رو که دوستانمون آماده کردن در تا همین اعتراضات با هم ببینیم و بعد به جنبندی بحثمون هم بشینیم. بله. جامعه ایران در آستانه تحولی شگرف است. روزی نیست که اقشار مختلف مردم نسبت به ستم و غارتگری های حاکمیت تجمع اعتراضی نداشته باشند. با گسترش اعتراضات اقشار مختلف مردم، شرایط عینی و موقعیت انقلابی جامعه ایران هر روز بیشتر بارز می شود. تجمعات بازنشستگان، کارگران، کشاورزان، معلمان، دانش آموزان، سرایداران، مالباختگان بورس، کارمندان هواپیمایی و کارمندان شرکت نفت و ده‌ها تجمع کوچک و بزرگ دیگر در جای جای میهن گویای این موقعیت انقلابی است. نکته قابل توجه این است که در هر حرکت اعتراضی مانند تجمعات بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، شعارها به سرعت از خاستگاه صنفی به شعارهای سیاسی علیه تمامیت حاکمیت و تحریم نمایش انتخابات آن ارتقا می‌یابد. جای تردید نیست که پس از آبان 98 تضاد بین اکثریت ستم دیده مردم و حاکمیت بیش از پیش تعمیق شده و جامعه در رویارویی هرچه مستقیم تری با حاکمیت قرار گرفته است. تأیید تمام قد خامنه ای از شورای نگهبان و حذف خودی ها از نمایش انتخابات، بنبست و ضعف ولی فقیه را در برابر جامعه جوشان ایران نشان داد. اقدامات خامنه ای دردی از او درمان نمی کند. به تعبیر احمدی نژاد، سیلی سنگین در راه است و کل این حاکمیت پلید را با خود خواهد برد. بله، گزارش کوتاه رو تو این رابطه شنیدیم. اجازه بده سلام قبل از سوال پایانی خودم کامنت هموطنی رو بخونم و البته سوالات هم هست که به اونها هم خواهیم پرداخت. بیننده گفته که این اعتصاب‌ها و تجمع‌ها و اعتراض‌های یکپارچه مردم راه اتحاد و متحد شدن اونها رو سرعت می‌بخشه و در یک زمان و یک جا یکی میشه. الان صحبت خودت هم بود در تو یک پایه کردن خامنه ای و تصمیمی که در انتخاباتش گرفته. خواستم بپرسم که این حذف کاندیداهایی که الان مشخصا خامنه ای به تصمیم اون پرداخته چه تأثیری در مهار خلاصه این اوضاع انفجاری جامعه و این اعتراضاتی که هر روز داریم میبینیم هست؟ آیا میتونه نمیتونه و این رو چطور میبینی؟ میدونی که الان با توجه به این تصفیه که صورت گرفته و کاندیداهای درونی خود رژیم رو حذف کردن، مطمئنا بعد از این جراحی رژیم کیفن ضعیف‌تر از توش در میاد. وقتی کیفن چطور؟ به دلیل همین تضادهایی که جنگ گورکایی که در درون رژیم شدت گرفته و این اولا پیامهای زیادی داره. بحران وارد در واقع یک مدار جدیدی شده و این تمکین ذلت‌بار لاریجانی و بقیه کاندیداها در برابر این موقتیه. اینا به طور واقعی دنبال
کرسی و دنبال چپاول و دنبال غارت خودشون هستن و به همین سادگی مثلا همین روحانی دو ماه دیگه که ریاست جمهوریش تموم میشه به همین سادگی از صحنه خارج نمیشه. یعنی جنگ کردها، جنگ گورکا بله. به طور خاص تشدید میشه و این باعث تضعیف رژیم میشه. به میزانی که باعث تضعیف رژیم میشه قدرت سرکوب رژیم پایین میاد و قدرت مردم که اون روی در واقع چون دو جبهه بیشتر که نیست، یکی رژیمه یکی مردم و مقاومت ایران، به میزانی که رژیم تضعیف میشه به همون میزان مقاومت ایران و مردم ایران و اعتراضات و خیزش‌های مردمی گسترش پیدا میکنه، قیام‌های مردمی گسترش پیدا میکنه. ببینید مثلا موقعیت شخص خامنه‌ای بعد از این جراحی که داره میکنه، خب خامنه‌ای خودش شاخص تمامیت این رژیم دیگه بله. ولایت فقیه، ولی فقیه، خب این الان با توجه به این که این موضع گرفته در نتیجه از این چیز مافوقی و فراجناهی خارج میشه، مجبور میشه و یعنی وارد جناح بندی میشه خودش، یعنی خودش میشه سر یک باند، در نتیجه بیشتر در معرض تهاجم قرار میگیره. سر همینه که خودش به حاکمیت رسونده الان بله. مشخصن یعنی در نتیجه خودش ولی فقیه در واقع پشمش چیزی بهش نمیمونه و همه باندهای درونی خود رژیم بهش حمله میکنه. از اون طرف نفرت خود خامنه ای هم علیه اون یکی باند چیز در واقع شروع میکنم به تهاجم. موضوع دیگه خیزش‌ها و اعتراضات کارگرا در واقع الان رژیم قبل از اینکه به موضوع کارگرا بپردازی، یعنی اینطور که من از بحث شما میگیرم این ریزش شدیدی در داخل خود جناح خامنه ای و رژیم صورت میگیره و گفتی که بسیار خلاصه این بدنه نازکتر و نحیفتر و ضعیفتر میشه. بله دقیقا، الان نوای خمینی اومده یه حرفای زده، تایب اومده جوابش داده، رئیس بله. قرارگاه عمار که از اون به اصطلاح چیزای نفر اصلی خامنه ایه گفته که ما میخواییم در واقع تصفیه و پالایش بکنیم، یعنی کامل میخواد از زیر از تیغ بگذرونن. بعد نمیدونم از اون طرف یکی از این یه پاسداری هست به نام سعید قاسمی، این اومده بود صحبت کرده بود دیروز تو فضای مجازی هم به صورت گسترده منعکس شده بود حرفاش، که گفته بود خطاب به احمدی نژاد گفته بود اگه راست میگی بیا کف خیابون. نمیدونم با اون لحن لومپنیش که اصلا قابل بیان هم نیست زیاد، خلاصه گفته بود اگر مردی بیا نمیدونم من میخوام من جمعت میکنم. ما همه چنین انا به جون هم خواهد مثلا به ظریف گفته بود ظریف نمیدونم بی شرف، حالا ظریفی که وزیر خارجه همین رژیم در ماموریت برای زد و بند برای همین رژیم برای مذاکرات نمیدونم اتمی و چیزای مختلف. یعنی این که میگیم در واقع رژیم به شدت ضعیف میشه بعد از مرحله انتخابات و مشخصا خامنه ای از همین الان با همین فاکتا داره این چنین نمودی مثلا تو حسابش بکن الان احمدی نژاد که به پاسدار هزار تیر معروفه که تیر خلاص میزده تو زندان تو شکنجه شکنجهگره 8 سال رئیس جمهور همین رژیم بوده و مال منصوب ولی فقیه بوده، خود خامنه ای در تضاد با رفسنجانی اون موقع گفت که نظر من به نظر احمدی نژاد نزدیکتره بله. خب همین پاسدار سعید قاسمی میاد همین احمدی نژاد رو اینجوری سکه یه پول میکنه. این نشون میده که درون رژیم چقدر به هم ریخته و چقدر متشتته بله. از طرف دیگه هم گرانی به طور واقعی داره بیداد همزمان با این وضعیت. بیا همین امروز روزنامه حکومتی شرق نوشته بود که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات، برنج، روغن، مرغ زنده و همچنین آهن آلات بین 2-4 برابر شده. این 2-4 برابر یعنی 200-400% گرون شده از پارسال تا حالا. و سایر اقلام هم 41 قلم کالا رو لیست کرده، گفته اینا هم 50-100% گرون شدن. خب در یک همچون وضعیتی رژیم از اون طرف توان سرکوب نمیتونه داشته باشه، از یک طرف وضعیت مردم به نقطه انفجاری رسیده، هم از بابت سرکوب، هم از بابت نداری، هم از بابت اینکه سفره‌شون هر روز کوچکتر و کوچکتر میشه. از اون طرف رژیم برای اینکه این جناح به این بساط تیغ تصفیه را پیش ببره نیاز به صدور بحران داره، مثلا جنگ غزه را که راه انداخت یا جنگ یمن را که گسترش میده. خب این مخارج داره برای این رژیم، دوباره باید غارت بیشتری بکنه، دوباره باید چپاول بیشتری بکنه، دوباره باید سفره‌های مردم رو کوچکتر بکنه تا بتونه خطش رو پیش ببره ولی فقیه. خب این اعتراضات و این کوچک کردن سفره‌های مردم باز دوباره از اون طرف بحران میریزه سرریز توی جامعه و باعث شعله‌ور شدن همین اعتراضات و انفجارشون اقشار در گام اول. خب برای همین حل مشکلات اقتصادیشون اومدن داره. که نهایتاً منجر به شعارهای سیاسی و
منجر به درخواست پایان دادن به همین رژیم میشه. قیام گرسنگان هم به خودش گرفته، واقعیتی که در جامعه است. به همین دلیله که وقتی که این ضریب میخوره این موضوع اعتراضات با در واقع کانونای شورشی در داخل و از اون طرف در خارج از مرزها هم با مقاومت ایران در جبهه بین شورای ملی مقاومت و از اون طرف هم که میدونیم که مؤسسان پنجم اعلام شده و 30 خرداد در واقع به لحاظ اجرایی یک سری اقدامات انجام میده در هدایت کانونای شورشی، خب همه اینها در هم ضرب میشه و تبدیل به یک وضعیتی میشه. این انفجار جامعه رو، این شرایط عینی که میگیم فرام شده، به دلیل همه مجموعه این واقعیت هاست که الان تو جامعه وجود داره. همه اینا وقتی که ضرب در هم میشه و با توجه به نقشی هم که رهبری مقاومت داره و سازمان مجاهدین داره، مطمئناً تمام اینا در هم ضرب میشه و منجر به قیام سرنگونی خواهد شد، چون مردم هم دیگه با گوشت و پوست و استخونشون لبس کردن تا زمانی که این رژیم باشه. هیچ کدوم از این مشکلات اقشار مختلف، نمیدونم بازنشسته ها، معلمین، کارگرا، بیکاران، الان وضعیت گرانی مسکن، اینا خیلی وضعیت بحرانی و انفجاریه، اینا هم فقط با قیام سراسری حل و فصل میشه و با سرنگونی این رژیم که در اون صورت این مشکلات مردم به طور تمام عیار حل میشه. وقتی که اراده مردم، آزادی مردم، به همین دلیل الان رژیم توی آستانه انتخابات، همین دو سه هفته بیشتر نمونده، ولی مردم شعارشون چیه؟ شعارشون اینه که ما رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم، و اصلا انگار نگر که انتخاباتی در راهه، میخوان به اصطلاح یک نفر دیگه انتخاب بکنن و مردم دارن روند خودشونو میرن، رژیم هم روند خودشو میره. یعنی دو تا جبهه کاملا متضاد الان در صحنه ایران در واقع در رو در روی هم قرار گرفتن. بله، بیننده گفته که رژیم قادر نیست که دستگیری های اونچنانی انجام بده، رژیم دنبال افرادیه که این اعتراضات و تظاهرات رو سازماندهی میکنن، دیگه نه توان داره و نه میتونه دست به دستگیری زیاد بزنه. در پایان به سوال بیننده هم پاسخ بدیم. سرا گفته که اعتراضات چه تأثیری روی وضعیت رژیم خواهد داشت و این اعتراضات به کجا ختم خواهد شد؟ فکر کنم تو خلال سوالاتمون گفتیم، ولی بله مطمئنا هرچه این اعتراضات گسترش پیدا بکنه و سراسری تر بشه، چون نیروی رژیم که محدوده، خود همین پاستا قالیباف گفته بود 4% در واقع جمعیت ایران سمپاتی داره نسبت به این رژیم، که هم جز نیروهای سرکوبگر رژیمه. اگر در تمام شهرهای ایران این اعتراضات شروع بشه کما که شاهدش بودیم در گذشته، دیگه رژیم اینقدر نیروی سرکوبگر، حتی اگر بخواد سرکوب بکنه توانش نخواهد داشت، اگه بخواد دستگیر بکنه توانش نخواهد داشت، چون تمام مردم به صورت یک پارچه دست به قیام میزنن. نمونه هاش هم توی آبان 98 و دیماه 98، دیماه 96 و تابستان 97 اینا رو دیدیم. بله سلام، بسیار سپاسگزارم ازت. به انتهای فرصت این گفتگو رسیدیم و خیلی ممنون از شرکتت. منم متشکرم از اینکه این فرصت به من دادید.